این مرد آمده است تا جسد فرزند 25 سالش را که مشاور مالی وزارت فواید عامه بود به خانه ببرد. هم دوره تحصیل بود، در یک اتاق، در یک جای، در یک پانتون درس میخوانه، ولی متاسفانه که دیروز چی تو گفته نمیتونه، خب مقصد دملی ناجوان مردانه ازی بیدینا از دست دادیم. اونا نهایت دشمنی را با انسانیت و که در هیچ یک از میاره اجتماعی و انسانی و اسلامی و دینی جور نمیاد. عبدالمبین مدیر ارزیابی بخش تقاعد وزارت فواید عامه است و در هنگام حمله در وزارت بود. اول تیلکت نشد که تراکت زد دروازی زیر رو پران. پران باز کلیگی ما تیت شدیم، من رفتم در بالکن. در بالکن رفتم، آمد دو نفر داخل دفتر شد. گفت لایتر رو بیارین. لایتر در دفتر در داد. بالا آمده بودن دروازه رو میزنن امرای مرمی و هرکی دادالیست پیشوریشون میامد بالایشون چلیک میکردن. عبدالعزیز میگوید که فرزندش را که پلیس بود در روز انتخابات در ولایت میدان وردک از دست داده است و از بحر کارهای اداری وی به معینت شهدا و معلولان آمده بود. در پیش شهر کس که میام افهمید پیر که میرفت زده میرفت. در میان زخمی شدگان این حمله شماری از زنان نیز هستند. ما که همینجا که در دفتر که ما بودیم فقط ما زخمی شدم و یک دختر خانم دیگه افتاد پای شوکار شد. با تعداد 23 واقعه مراجعه نموده که از جمله 7 تن طبقه و ناس می بوده می باشد. زخمی هایی که به ایش فاخانه آورده شدند و گفته دکتران یا در نتیجه شلیک مرمی هست زخمشان، یا ای که آفتیدن، یا ای که در نتیجه پارچه های آهن اینا زخم برداشتن. تعداد زیاد از همکارای ما اصاحت آلبامانشان میتن که 35 تن میگن شهید است. مهاجمان انتحاری پس از چاشت روز دوشنبه نخست یک موتر پر از مواد انفجاری را در برابر وزارت فواید عامه منفجر ساختند و سپس به داخل این نهاد رفتند و بعد تیراندازی پرداختند.